با سلام و درود خدمت مردم ایران در هر کجای ایران و جهان که هستند و با گرمترین آرزوها برای آزادی ایران، رهایی میهن از شرایطی که در اون دچار شده ایم و با گرمترین درودهایی که تقدیم میکنیم به جوانان، زنان، دختران، پسران، خانواده های دلاور مبارزانی که کماکان راه آزادی و راه دادخواهی مردم ایران رو در پیش روی گرفتند و از هر فرصتی برای این دادخواهی استفاده می کنند. هفته گذشته کماکان مبارزات در میهن ادامه داشت و علارغم سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی که رسوایی جهانی برای او داشت و پرونده جنایت علیه بشریت این حکومت رو به روی میز محاکمه آورده و وقتی که خبرگزاری رویترز اعلام 1500 کشته رو کرد به نقل قول از 4 نفر از نزدیکان خود خامنه‌ای در داخل ایران و می‌دانیم که خبرگزاری رویترز بنگاه خبری جهانی هستش که در داخل ایران هم دفترش استثناءً باز هست و افراد زیادی رو مورد مصاحبه و گفتگو قرار میده و یکی از معتبرترین رسانه‌های جهانی است که حتی قدرت خبری او از قدرت خبری بسیاری از دولت‌ها بالاتر است. پس از اینکه اعلام این کشتار وحشتناک 1500 نفره توسط حکومت شده است، کماکان می‌بینیم مبارزه مردم ادامه داره و شکاف به درون حکومت رفته. بسیاری از حکومتیان مثلا در مجلس حکومت اسلامی و یا در نهادهای دیگر با جر و بحث زیادی که با هم دیگه می کنند می خواهند که حکومت مسئولیت به عهده بگیره و تعداد و اسامی کشته شدگانی رو که خودشون با تیر خلاص زدن و مردم رو در خیابانها با تکتیر انداز، با مسلسل، با دوشگاه، در ماهشهر، در معالی آباد، در شهرک ولفجر، در شهرک قدس تهران، کاروانسراسنگی، شهریار، اسلامشهر، در وکیل آباد مشهد، در سرباز و منطقه کشیدوف و منطقه چابهار به کشتن کشوندن و اینقدر زیاد شده دامنه کار و این اجساد زیادی که از رودخانه ها، از دریاچه های مختلف، از دریاچه های پشت صدها مثل سهند در تبریز، در منطقه مختلف کردستان، در پشت رودخانه و سدی که در نزدیک اهواز هست، سد کرج و بسیاری از جاها که حکایت از این داشت، به قول اون آقای پرورش که یک غواص ایرانی است که از او خانواده‌ای خواسته بودند برای پیدا کردن جسد فرزندشون به زیر آب‌های دریاچه سد کرج برود، آمده بود و گفته بود آنقدر جسد این پایین زیاد هست که من نمی‌دونم کدوم فرزند شماست و به من یک مشخصاتی بدی تا پیداش بکنم. و این وضعیت جمهوری اسلامی است که بسیاری از این جوانانی که کشتند و به دریاچه ها افکندن یا به بهانه آنفولانزا جسدشون رو آتیش زدند و سوزوندند که جای گلوله ساچمه بر بدن اونها بوده به عنوان سند در فضای اینترنتی پخش نشود، کار جمهوری اسلامی رو دشوارتر کرده. کماکان مبارزه مردم ایران ادامه داره. دیدیم که در همین هفته گذشته هم در ادامه برگزاری مراسم بزرگداشت این جانبخشان راه آزادی، از جمله پویا بختیاری که کماکان خانواده او رو جمهوری اسلامی به زندان ها برده، از پیرزن بالای 75 سال که یکی از مادر بزرگای او بوده تا یکی از پسر عموهای کوچک پویا که 11 سالش است و به اعتباری تقریبا 11 نفر از اعضای خانواده و فامیل، عموهای پویا، عمه پویا و
حکومت فکر میکنه با زندانی کردن امثال ناهید شیربیشه، مادر پویا و منوچهر بختیاری و دهها خانواده دیگری که در زندانهای جمهوری اسلامی هستند، تونسته که بر این اعتراضات و دادخواهی برای براندازی جمهوری اسلامی غلبه کنه. چرا که شعار مردم دیگه از دیماه 96 به بعد روشن هست: با اون شعارهای درست جمهوری اسلامی نمیخوایم، نمیخوایم، و دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست، و اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمام ماجرا. و انعکاس این کشتار در سطح بین المللی و اینکه دیگه نتونستند حتی پارلمان‌های اروپا رو به دنبال خودشون بکشن، و در آمریکا هم می‌بینیم که چه موضع‌گیری محکمی در مقابل این حکومت قرار گرفت، به تدریج حکومت رو به سراشیب سقوط کشونده و حکومت دیگه از این خشونت‌های روباز هم نمیتونه بکنه، چرا که دیدیم کماکان تظاهرات مختلف، دیوارنویسی‌های حزب براندازان ایران، ستم دیدگان دادخواه، ایران آنارشیست‌ها ادامه پیدا کرد و این دیوارنویسی‌ها به شعار دادن و فریادهای خیابانی تبدیل شد، و در کنار این فریادهای عملیات فریاد و مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور، در همین چند شب پیش در بندرعباس دیدیم که باز یک قیام بزرگ در تمام شهر برپا شد و حکومت عاجز از ساکت کردن این جریانات و اینکه نمیتونه حقوق و عیدی و پاداش کارکنان خودش رو بده و هر روز در گرفتاری بیشتری در باتلاقی که خود حکومت درست کرده فرو میرود. و کماکان خانواده های زندانی، زندانیان سیاسی، مردم مبارز، کارگران ناراضی از همه کشور فشار خودشون رو دارن میارن برای احقاق حقوق خودشون، که همه این فشارها وقتی در کنار هم قرار بگیره تبدیل میشه به یک نیروی بنیانکن. گزارشی بود که 24 میلیون ایرانی که تبدیل شدن به حاشیه نشین و امیدشون از دست دادن و دچار فقر و گرفتاری شدند، آماده هستند که وارد شهرها بشن و در قیامهای بعدی حکومت رو سرنگون و هر جایی که این مفخورهای دزد ثروتهای مردم رو غارت کردند و بردند رو حتما بهش حمله کنند و حقوق خودشون رو از اینا پس بگیرند. حکومت برای اینکه این فضا رو بشکنه و این خشمی که درون مردم انباشته شده و هر لحظه آماده سرریز هست رو از بین ببره، دست به یک سری اقدامات احمقانه در داخل عراق و لبنان که در مقابل مردم اون که به اصطلاح کشورها که چند ماهیست اونها هم به دادخواهی برخواستند و بر علیه جمهوری اسلامی دارن تظاهرات میکنند و خواهان برکناری دولت‌های فاسد اسلامی هستند که وابسته به جمهوری اسلامی شدن و نمیتونه حکومت اونها رو به شدت مردم ایران سرکوب کنه، ولی عملا بیش از 470-80 نفر در عراق طی ماه‌های گذشته کشته شدند و هر روز گروه‌های بیشتری به مبارزات در عراق هم پیوستند، همچنین در لبنان که در لبنان تونستن موفقیت زیادی مردم به دست بیارن و بخشی از خواسته‌های خودشون رو حکومت قول داد که بهشون بدهد. و در عراق که بالا گرفت این قضیه، به مزدورخانه‌های جمهوری اسلامی حمله کردند و جمهوری اسلامی هم به خاطر اینکه ردگم بکنه آمد و به پایگاه‌های آمریکا موشک پرانی، راکت پرانی کرد، باعث کشته شدن یکی از پیمانکارهای آمریکایی شد، از خط قرمز گذشت، در نتیجه با حملات متقابل موشک‌های آمریکایی روبرو شدند که در گزارش‌های مختلف آماری تا حد 81 کشته و 48 زخمی در برخی از خبرگزاری‌هایی که از عراق این خبرها رو منتشر کردن دامست، و اینکه دقیقاً و نقطه‌ای به اصطلاح مراکز حشد و شعبی که جوانان به طنز اونها رو حشد و وحشی می‌خوانند و سپاه قدس و گروه‌های حزب الله عراقی که جمهوری اسلامی داره سعی می‌کنه از اونها یک سپاه پاسداران یا یک حزب الله در عراق درست کنه، که همه اینا
مورد حمله قرار گرفتند و این کشته ها و بر باد رفتن سرمایه گذاری های نظامی جمهوری اسلامی در اونجا ضربه کاری به اینها زد و موشک پرانی های دیگه هم جمهوری اسلامی داشت که در همین هفته با قدرت نظامی غیر قابل مقایسه آمریکا روبرو شد و بر پایه این درگیری دیدیم که دو خودروی سواری شاسی بلند که از فرودگاه بغداد می‌خواستن بیرون بیان مورد حمله قرار گرفتند و پیرو این حمله خبر هلاکت قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس و تعدادی از سران اشدالشعبی یا وحشی و همچنین نیروهای سپاه قدس و وابسته به جمهوری اسلامی منتشر شد. بعد از نیم ساعتی حتی جمهوری اسلامی نتونست مثل همیشه دروغ بگه، انقدر که این خبر در سطح وسیع جهانی منتشر شد و نشون داد که قاسم سلیمانی که نفر دوم جمهوری اسلامی بعد از خامنه‌ای بود کشتار شده و دیگه نمیتونه قتل عام راه بندازه، دیگه نمیتونه مثل سوریه میلیون ها نفر مردم رو آواره بکنه و همراهان او هم به همچنین ضربه روانی سنگینی حکومت خورده و مردم در بسیاری از جاها جشن و سرور گرفتن، از درون خانه هاشون فیلم گرفتن، عکس گرفتن، رقصیدن، به خصوص زنها و دختران مرگ بر دیکتاتورها سر دادن، مرگ بر خامنه‌ای رو گفتن و در مقابل سه روز عزای عمومی که جمهوری اسلامی اعلام کرد، مردم هم در ویدیوهای ارسالی خودشون سه روز جشن و شادی اعلام کردن و وای به حال حکومتی که به اینجا برسد که عوامل اون وقتی که کشته میشن آنقدر مورد نفرت مردم هستن که مردم برای مرگ اونها جشن میگیرن. واقعا این جمهوری اسلامی چه کرد با مردم ایران امثال قاسم سلیمانی ها، جعفری ها که فراموش شد اصلا این فرمانده سپاه جعفری گم شد رفت پی کارش با یه برکناری، اینقدر حکومت بیرحمیست که خودش بالا میکشه و خودش هم نابود میکنه و در مردم چنین خشمی رو ایجاد میکنه که برای مردن این کسانی که اینها براشون خامنه‌ای میخواد عزا بگیره مردم جشن میگیرن. واقعا چه کرد جمهوری اسلامی با خودش، با اعتقادات مردم، اعتقاداتی که به سود اینها بود و با شرایطی در ایران پیش آورد که مرگ سران سپاه پاسداران جشن مردم ایران هست، مرگ خامنه‌ای جشن و سرور مردم ایران هست، کشته شدن سپاهیان قدس و اشدالشعبی در عراق، در کرمانشاه و در ایلام و در تهران و در خوزستان و بسیاری از جاها مردم به هم تبریک میگن و خوشحال میشن، گویا که به قول یکی از دوستای من که از صحبت میکرد از داخل ایران میگفت انگار به هر خانواده $1,000,000 جایزه دادن وقتی خبر کشته شدن این سپاهی‌ها و این عناصر وحشی و کشتارگر جمهوری اسلامی در ایران پخش میشه، چرا که اینها دست به قتل عام مردم زدند و کشتاری که از مردم کردن طی این 40 سال، تجاوز به دخترهای مردم کردن، به زنان مردم کردن، غارتی که از سرمایه های ملی کردن، ایران رو برباد دادن، اینا فکر کردن اگر که مثلا یه بخش کوچکی از نیروی نظامی روسیه و چین رو باهاشون مانور دریایی بدن یا ملوانای چینی رو بیارن توی چابهار که اونجا بگردن دنبال زنان صیغه‌ای برای اونها تو کشور ما و مثل مشهد که از کشورهای دیگر به قول خودشون شیعیان رو میارن که ثواب هم دارد زنان و دختران ایران رو برای اونها صیغه کنن، حالا هم برای این ملوانها و نیروی دریایی روسیه در چابهار همین غلط اضافی رو بکنن که ویدیوش هم آمد و همه اینها به جز نفرت، نفرت وحشتناک در دل مردم بر علیه این حکومتی که هم جائشی هست هم یک ج و الف و چیز دیگر و کار اصلیشون هم همین بوده است، صیغه خانه را انداختن و انسانها رو به صیغه به هم دادن و از 1400 سال پیش هم که زنان و دختران ایران رو بردند در بازارهای شام و نمیدونم دمشق و
حجاز و جای مختلف به فروش رساندند و به حرمسراها بردند و بدترین خیانت و استعمار رو در حق مردم ایران از قادسیه اینها کردند، با اون جنایت هایی که در حق مردم ایران کردند که در بسیاری از کتب تاریخی، حتی کتاب هایی مثل تاریخ بیهقی، تاریخ طبری، تاریخ جریری آمده است، با خونی که از مردم ایران جاری کردند، سرهایی که در بعضی از شهرها مثل گرگان بریدند، چرخ آسیا رو به حرکت درآوردند و با اون چرخ آسیا گندم رو به آرد تبدیل کردند و با اون آرد نان پختند و غذا خوردند و این سوگندهایی بوده که این اشغالگران خوردن بر علیه نیاکان ما در ایران. و امروز به جای رسید که مردم به چهره واقعی اینها آشنا شدن با کشتارهای پیاپی که از دهه 60 از همون سال 57 تا امروز کرده بودند. و امروز مرگ قاسم سلیمانی ها و امثال قاسم سلیمانی ها به عنوان نیروی متجاوز، به عنوان نیروی اشغالگر برای مردم ایران تبدیل میشه به جشن، برای مردم عراق تبدیل میشه به جشن. دیدیم پایکوبی و شادمانی مردم عراق رو هم در ویدیوها و تلگرام هایی که آمد و اونجا هم مردم عراق اعتراض کردن بر علیه دولت دست نشانده جمهوری اسلامی که در اونجا هست، که 3 روز عزای عمومی اعلام کرد و اونها هم خواهان 3 روز شادی شدن در مقابل 3 روز عزای عمومی حکومتی. این وضع حکومتی است که در برابر مردمش بیسته، مردمش رو استثمار کنه، تاراج بکنه، غارت بکنه، تجاوز بکنه. و این عزیزانی که همیشه هر هفته عکساشون رو من بعضی ها رو میتونم عوض میکنم و میگذارم اینجا، زنان، دختران، مادران مثل نرگس محمدی، زینب جلالیان، آتنای دائمی، آرش صادقی، مهدی فراهی شاندیزها، اسماعیل بخشی ها، محمود بهشتی لنگرودی ها و امثال هم که در زندان های جمهوری اسلامی مقاومت می کنند و طلایی دار آزادی می شن. و حکومت حتی اینها رو آزاد نمی کنه بعد از سالها. و امثال سعید ماسوری ها، پیروز منصوری ها، الان بعضیشون بیش از 20 سال هست، خالد هردانی، ارژنگ داوودی در زندان ها هستن، فقط به دلیل که به این حکومت انتقاد کردن یا خواسته های مردم رو مطرح کردن. وقتی حکومت این چنین قتل عام میکنه، این چنین به زندان میبره از مردم، نبایستی توقع داشته باشه که مردم از کشته شدن سران این حکومت، تروریست هایی که در سطح جهان به عنوان تروریست شناخته شدن و خامنه ای که خودش تروریست است و همه کسانی که در این حکومت پست و مقام دارن چون زیر مجموعه خامنه ای هستند و از سپاه بایستی حتما یک تاییدیه‌ای داشته باشن، تروریست حساب میشن. در نتیجه مردم از مرگ سران این حکومت تروریست خوشحال میشن. این چاره ای نیست. هر آن کسی که باد میکارد بایستی که طوفان درو کند. کماکان طی این هفته ما میبینیم حرکت‌های اعتراضی، اعتصاب‌ها در بخش‌های مختلف کارگران، بازنشستگان ادامه داره و روحیه اعتراضی و تعرضی مردم بعد از اینکه خبر کشته شدن‌های مختلف سپاهی‌ها و متحدین اونها، هشت و شعبی‌ها و امثال اون منتشر میشه، روحیه مبارزاتی و انقلابی رو هم در بین مردم بالا میبره و عزم خودشونو جزم کردن برای برانداختن جمهوری اسلامی. در خارج از کشور هم که نهادهایی مثل شورای مدیریت گذار و شاهزاده رضا پهلوی و نیروهای همسو که همه برانداز، آزادی خواه و دموکراسی خواه هستند، از نهادهای جهانی خواهان رسیدگی به جنایات جمهوری اسلامی شدند و خواهان گشوده شدن پرونده جنایت علیه بشریت هستند که پرونده های جنایت های جمهوری اسلامی رو پشت سر هم دارن باز میکنن در هماهنگی با دیگر اعضای شورای مدیریت گذار و یک مرکز امید و شادی جدیدی هم برای مردم در رابطه با دستگیری عوامل کشتار و شکنجه جمهوری اسلامی پدید آمده و پرونده های دیگری هم از این طرف بر علیه جمهوری اسلامی داره باز میشه.
یعنی ببینیم خوشبختانه جمهوری اسلامی ضربات مختلفی رو در سطح بین المللی، در سطح داخلی، در سطح حقوقی و حتی نظامی داره دریافت میکنه. و این جمهوری اسلامی که اینطور به بدبختی و بیچارگی افتاده، مخصوصا خامنه ای که با کشته شدن این نیروهای نزدیک به خودش، به قول یکی از جوانانشون خامنه ای بیچاره شد، خاک بر سر شد، مستعصل شده و واقعا نمیدونن چه کنن. موج نارضایتی درون ارتش، درون بدنه های پایین سپاه و نیروهای انتظامی هم در حال رشد است و پیوستن اونها هم به مردم به شکل انفرادی و یا نرفتن به سر خدمت و به تدریج خالی کردن پادگان های نظامی و انتظامی هم داره شروع میشه، همراه این ضرباتی که جمهوری اسلامی میخوره. حکومتی که بر ضد مردم باشه، روی خون مردم قدرت خودش رو بنا بکنه، ماندگار نخواهد بود. و این حرکت سراسری اعتصابات سراسری، تشکیل کمیته های اعتصاب، تشکیل کمیته های اعتراض، سازماندهی کمیته های محلی، پیوند خوردن اونا با همدیگه در سطح کشور و ایجاد کمیته های مخفی سراسری برای مدیریت اعتصاب ها و اعتراض ها، با این موج شادی که از کشته شدن های سران حکومت بین مردم داره پخش میشه، تسریع شده و فرایند براندازی حکومت رو داره شدت میبخشه، که در خارج از کشور هم با حرکت هایی که امثال مدیریت گذار دارن انجام میدن، خلأ آلترناتیو هم به تدریج داره پر میشه و نیروهای خارج کشور، داخل کشور به طریق مختلف دارن با هم جلسات مشترک میذارن، پیوند برقرار میکنند و ترس مردم از اینکه چه خواهد شد کاملا بین رفته. مردم میدونن در اختیار خودشون قدرت باید باشه، سازماندهی خودشون رو باید بکنن، در مراکز کار، تولید، سندیکاهای کارگری هرچند زیر فشار شدید هستن، کانونهای صنفی معلمان و شوراهای مستقل کارکنان دولت و شوراهای مخفی که توسط رزمندگان دیوارنویس و شعارنویس حزبهایی مثل براندازان، ستمدیدگان دادخواه در داخل کشور تشکیل شده و مبارزه رو به پیش میبرن. هماهنگی اینها و پیوند اینها با همدیگه بیانگر این است که بعد از براندازی جمهوری اسلامی هیچ خلأ قدرت و هماهنگی پیش نخواهد آمد و مردم از داخل و خارج این حرکت رو پیش خواهند بود. برحال ما لحظه آخر برنامه ایم، مثل همیشه با پیام اتحاد، مبارزه برای رسیدن به پیروزی، هم میهنانم رو به هفته‌ای پر از پیکار آزادی بخش می سپارم.